مکاشفه فصل 18. پس از این فرشته را دیدم که از آسمان بزید می آمد. او با اقتدار و اختیار عظیم آمد و زمین از شکوه و جلال او روشن شد. آنگاه با صدای بلند گفت: بابل سقوط کرده است، بابل بزرگ سقوط کرده است، بابل مسکن شیاطین و جای همه ارواح خبیث و قفس همه پرندگان نجس و نفرت انگیز شده است، زیرا همه ملت ها از شراب آتشین زنای او نوشیده هند. شاهان زمین با او زنا کرده هند و تاجران دنیا از زیادی عیاشی او توانگر شده هند. آنگاه صدای دیگر از آسمان شنیدم که می گفت: از او بیرون آید ای قوم من، مبادا در گناهان او شریک شوید و در بلاهایش شریک گردید، زیرا گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا خطاهایش را از یاد نبرده است. آنچنان با او رفتار کنید که او با دیگران کرده است. برای اعمالش دو چندان به او بازگردانید، پیاله اش را دو برابر غلیظتر از پیاله بگردانید که او برای شما تهیه کرده است. او را به همان اندازه که از جلال و تجمل خیش فخر میکرد غم و عذاب دهید، چون او در دل خود میگوید: من مثل ملکه بر تخت خود نشستم، من دیگر بیوان نیستم و غم را هرگز نخواهم دید. به این جهت تمام بلایا یعنی مرگ و غم و قحطی در یک روز به او روی می آورند و او در آتش خواهد سوخت، زیرا خداوند خدایی که این چنین او را جزا می دهد قادر است. هرگاه پادشاهان زمین که با او زنا کردند و از تجمل زیاد او بهره‌مند شدند، دود سوختن او را ببینند، به حال او گریه و زاری خواهند کرد. آنها از ترس عذابی که او متحمل می شود دور استاده خواهند گفت: آه ای شهر بزرگ، ای بابل شهر پرقدرت، که در یک ساعت با جزای خود رسیدی. تاجران دنیا نیز اشک خواهند ریخت و برای او ماتم خواهند گرفت، زیرا دیگر کسی کالاهای آنان را نمی خرد. دیگر کسی کالاهای طلا و نقره، جواهرات و مروارید، لباسهای ارغوانی و سرخ یا ابریشم و کتان ظریف، انواع چوبهای قیمتی و معطر، انواع ظروف آجی و چوبی و برنزی و آهنین و یا مرمری، دارچین و ادویه، عطریات و بخور و کندر، شراب و روغن، آرد و گندم، گاو و گوسفند، اسب و عرابه های جنگی و حتی غلامان و نفوس انسانی آنها را نمی خرد. آن میوه را که سخت در آرزوی به دست آوردن آن بودی از دست دادی و تجمل و شکوه تو از بین رفته است و دیگر هیچ وقت آنها را نخواهی یافت. تاجران این کالاها که ثروت خود را از آن شهر به دست آوردند از ترس عذاب او دور خواهند استاد و با گریه و غم خواهند گفت: آه ای شهر بزرگ که با لباسهای کتان ظریف و ارغوانی و سرخ پوشیده و با طلا و جواهر و مروارید آراسته بودی، در یک ساعت همه ثروت تو تباه گردیده است. تمام ناخدایان و ملاحان و مسافران دریا و آنانی که از راه دریا تجارت می کنند دور استادند. همین که دود سوختن او را دیدند فریاد زده گفتند: آیا هرگیز شهری مثل این شهر بزرگ بوده است؟ آنها بر سرهای خود خاک ریخته و با گریه و زاری فریاد زده می گفتند: ای شهر بزرگ، شهری که تمام کشیداران دریا از ثروت او توانگر شدند، در یک ساعت ویران شده است. ای آسمان، از نابودی او خوشی کن، ای مقدسین و رسولان،
ای پیامبران گوشی کنید، چون خداوند انتقام شما را از او گرفته است. آنگاه فرشته قوی سنگی را که به بزرگی سنگ آسیا بود برداشت و به دریا انداخت و گفت: همین طور بابل آن شهر بزرگ به سختی خواهد افتاد و دیگر یافت نخواهد شد. دیگر صدای چنگ نوازان و مطربان و نیزنان و شیپور زنان در تو شنیدن نخواهد شد. دیگر صنعتگران هیچ کاری در تو نخواهند یافت. دیگر صدای آسیا در تو به گوش نخواهد رسید و نور چراغ در تو دیده نخواهد شد. و دیگر صدای عروس و داماد در تو به گوش نخواهد رسید. روزگار تمام بزرگان دنیا تاجران تو بودند و تو با جادوی خود همه ملت‌ها را فرشته بودی، زیرا بابل به خاطر خون پیامبران و خون مقدسان و خون همه مقتولان روی کره زمین که در آن یافت شد به جزای خود رسید.